سلام جمعه 13 اردی بهشت 92 3 می 2013 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت می موضوع اول اینکه دبیر انجمن قطع سازان در مصاحبه ای اعلام کرده که کارخانه های قطع سازی خود رو یک هفته تعطیل میشن و در صورت ادامه وضع این تعطیلی دائمی خواهد شد او گفته تا کنون 135 کارخانه قطع سازی خود رو تعطیل شدن و مجموع صنایع قطع سازی و خودروسازی 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رو تشکیل میده. نکته دوم اینکه آقای حیدر مسلحی وزیر اطلاعات به شدت به هاشمی رفسنجانی حمله کرده او رو پیشگوی فتنه 88 خونده و براش خط و نشون کشیده همینطور به آقای خاتمی هم حمله کرده و تهدید کرده گفته که نظام به دلیل یک سری ملاحظات او رو حسر خانگی نکرده در حسر نکرده لذا او یادش نره کاملا این روزها دیده میشه که به دستور آقای خامنه ای کسانی که نزدیک به او هستند و بدون اجازش آب نمیخورند شروع کردن به حمله به آقایان هاشمی و خاتمی و ترس دارن از اینکه اینها اگر به صحنه بیان بازی آقای خامنه ای که میخواد ولایتی رو رئیس جمهور بکنه به هم بخوره بعد از کیهان که به خاتمی حمله کرد و او رو مفسد فلعرز خوند رسالت هم دیروز به آقای هاشمی حمله کرد و هشدار داد که با آتش سنگین توپخانه مخالفان مواجه و بازنده بزرگ میشه آقای حداد عادل هم گفته اگر مستعد باشه من کنار میرم که کاملا معلومه این حرف یعنی این که کنار خواهد رفت و ولایتی این روزها فعالتر شده و آقای دکتر ولایتی مطرح میکنه از این که ساکتین انحراف هم مثل ساکتین فتنه هستند و در واقع زودتر از بقیه هم حرفای آقای خامنه ای رو میاد و در صحنه عمومی مطرح نکته سوم اینکه حکم اعدام پنج شهروند عرب خوزستانی در هفته آینده احتمالا اجرا خواهد شد جا داره که کمپین های بین المللی برای جلوگیری از اعدام این جوانان هم ما برگزار بشه و یک بسیج عمومی بین المللی برای جلوگیری از این اعدام سیاسی اتفاق بیفته جوان سی و هفت ساله احوازی هم به نام مهدی مجدم که یک ماه پیش جلوی استانداری خوزستان خودسوزی کرد به دلیل اینکه کار پیدا نکرده بود دیروز در بیمارستان فوت کرد مؤسسه خانه آزادی یا فریدم هاوس هم که سالیانه گزارشی از وضعیت آزادی مطبوعات در کشورها منتشر میکنه در گزارش امسالش نشون میده که رتبه ایران در جای 191 کمی در کنار کوبا مشترکن در بین 197 کشور قرار داره به لحاظ بدتر بودن وضع آزادی مطبوعات تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس بالاتر از ایران قرار دارد خانوم سمیه بختیاری و خانوم روناک سماوات دو تن از نوکیشان مسیحی روزهای چهارم و پنجم اردی بهشت دست گیر شدند و سرنوشت اونها اطلاعی در دست نیست همسر عبدالله مؤمنی هم خبر داده از اینکه ده نفر مبارز سیاسی که از بند 350 به دلیل اعتراض به دخالت مقامات زندان در انتخاب وکیل بند راهی انفرادی های 240 شدن ایشون گفته که به نقل از مقامات دادستانی که گفتند 20 روز دیگر هم این مبارزین سیاسی رو در انفرادی نگه خواهند داشت دانشگاه یورک کانادا هم قرار است دکترای افتخاری حقوق به نسرین ستوده اعطا بکند. نکته چهارم اینکه آقای علی اکبر سالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد باغر اسدی دیپلماتی که دستگیر شده گفته که او آدم خوشنام و با سابقه است و امیدواریم که آزاد بشه. جالبه که وزیر خارجه تایید کرده دستگیری رو و خواستار آزادیش شده اما آقای احمد بخشایشی عضو کمیسیون امنیت مجلس گفته که با همین لفظ که رویترز غلط کرده گفته که آقای اسدی بازداشت شده دادگاه کنیا هم که دو عضو منصوب به نیروی قدس سپاه رو محاکمه کرده که چندی پیش دستگیر شده بودند به اتهام حمله 15 کیلو مواد منفجره قوی که کارهای تروریستی شکل بدن هر دو متهم رو محکوم کرده و احتمالا به 15 سال زندان هر کدوم محکوم خواهند شد نکته پنجم اینکه آقای چاکیگل وزیر دفاع امریکا مطرح کرد که دولت امریکا دیگه مخالفتی با مسلح کردن مخالفین اسد نداره و در واقع در سیاست قبلی تجدید نظر میکنه در روستای بیدا در سوریه هم لباس شخصی های اسد پنجاه زن و کودک رو قتل عام کردن چندی قبل هم مردان این منطقه رو به دلیل اعتراض به اسد دستگیر کردن و تعدادی از اونها سربه نیست شدن اما نکته آخر چندین مهمان داره مهمان اول آیت الله موسوی اردبیلی است که ایشون اعلام کرده که امروز دیگه دعا هم برای حل مشکلات کشور نتیجه نمیده آقای علم الحدا مطرح کرده که ما باید به مردم بفهمونیم که به چه کسانی رأی ندهند روزنامه اعتمادم از قول آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرده که کاندیداها باید ایمان قلبی به نظام داشته باشند و اگر شورای نگهبان به این ایمان در قلب کاندیدا نرسه او رو رد صلاحیت میکنه از همه جالبتر حرف آقای مشایی است که راجع به آقای احمدی نژاد گفته که یک تنه سی عضو شورای روابط خارجی امریکا رو ضربه فنی کرد ظاهرا هم ایشون هم قبلا آقای احمدی نژاد صحبتی رو که در شورای روابط خارجی نیویورک براش ترتیب داده بودن فکر کردن که اعضای اونجا مسئولین دولتی امریکا هستن در حالی که بنده هم سه بار در اون شورای روابط خارجی نیویورک صحبت کردم یکی از قدیمی ترین اندیش کده های امریکاست که در نیویورک و اعضاش عمدتا مردان تجاری کهنسال و پیرمردی هستند که میان میشینن سخنرانی گوش میکنن و احیانا سوالاتی رو میکنن به حال تصور ایشون این بوده که آقای احمدی نژاد سوالات یه تعداد مستمعین بیزنسمن و تاجری رو که کمتنی اطلاع هم از سیاست خارجی دارن و جواب داده خیلی شق کردند کرد اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی